سلام دوستان عزیزم، روزتون بخیر. درس 22 از سطح 20 وای آنس رو در کنار هم دیگه شروع میکنیم. کلمه enlighten فعل هستش، به معنی توضیح دادن و تشریح کردن. enlighten توضیح دادن. ich kann dies an einem Beispiel enlighten، من میتونم این رو با یک مثال توضیح بدم. ich kann dies an einem Beispiel erläutern، من میتونم این رو با یک مثال توضیح بدم. Der Keks به معنی بیسکویت. Der Keks بیسکویت. Du solltest wirklich den Keks probieren، تو باید واقعا بیسکویت رو امتحان کنی. Du solltest wirklich den Keks probieren، تو باید اون رو امتحان کنی. Der Keks بیسکویت. زیش به فسن دوستان یک فعل بیقاعده هستش، حالت رفلکسیف هم داره. زیش به فسن، مشغول بودن، پرداخت کردن، هر دو رو معنی میده. زیش به فسن مثلا احد زیش لنگ میت این پروبلم به فست، اون مدتی طولانی به یک مشکلی پرداخته بودش. پس اینجا در حالت گذشته اومده، پرداخته بود، مشغول بود به یک مشکلی. Er hat sich lange mit einem Problem befasst، اون مدتی طولانی به یک مشکلی مشغول بود. دوستان فعل بیقاعده geraten به معنی گرفتار شدن و دوچار شدن هست. geraten گرفتار شدن، دوچار شدن. مثلا شما گرفتار چیزی بشید، این اتفاس گراتن. یادتون باشه حالت آکوزاتیو میاد این فعل. زی زیند این اینه گفلیشه سیتواسیون گراتن، اونها گرفتار شرایط خطرناکی شدن. گفلیش زی زین این اینه گفلیش سیتواسیون گراتن، اونها گرفتار شرایط خطرناکی شدن. دست گویسن به معنی وجدان و باطن هست عزیزان. اسم دست گویسن وجدان. ایش هبه نیست فلش گمخت، ایش هبه این گوتس گویسن، من اشتباه نکردم، وجدان من راحته. ایش هبه نیست فلش گمخت، من اشتباه نکردم. ایش هبه این گوتس گویسن، وجدان یا باطن من راحته. دی کنفرانس به معنی همایش و یا همون کنفرانس هستش. دی کنفرانس مثلا مای شف گاب می دی الاوبنیس دی کنفرانس سو بزوخن، رئیس به من اجازه داد که تو همایش و یا کنفرانس چیکار کنم، شرکت کنم. دی کنفرانس همایش، کنفرانس. دوستان صفت تتیش به معنی مشغول به کار هست، شاغل و کسی که مشغول به کاره گفته میشه تتیش. ایش و میغه یغه از آرشیتکت تتیش، من سالهای زیادی به عنوان معمار شاغل بودم یا مشغول به کار بودم، هر دو رو معنی میده. ایش و میغه یغه از آرشیتکت تتیش، پس تتیش به معنی شاغل و مشغول به کار هست. aufgrund دوستان یک حرف اضافه است. aufgrund به دلیل، به خاطر. aufgrund مثلا aufgrund des Schnees fing die Schule verspätet an، به دلیل برف مدرسه دیرتر شروع میشه. به خاطر برف، به دلیل برف. aufgrund des Schnees fing die Schule verspätet an، پس حرف اضافه aufgrund به معنی به دلیل، به خاطر. دوستان فعل durchsetzen به معنی پیش بردن هستش یا اجرایی کردن، یه چیزی رو به جلو ببریم. durchsetzen مثلا ich habe meinen Vorschlag durchsetzen können، من تونستم پیشنهاد خودم رو اجرایی کنم، پیش ببرمش. ich habe meinen Vorschlag durchsetzen کنه، من تونستم پیشنهاد خودم رو اجرایی کنم، به پیش ببرم. فعل durchsetzen. دی زیت یک اسم عزیزان، به معنی رسم، آداب، عرف جایی. دی زیت مثلا این زو شلشت زیت زولت ابگیشافت وردن، چنین رسم بدی باید ممنوع بشه، چنین عرفی باید ممنوع بشه. اینه زوشلشته زیته زولت ابگشافت
werden. چنین رسم بعدی باید ممنوع بشه. Die Sitte. رسم. آداب. دی پوزیسیون هم یک اسم مؤنث به معنی موقعیت یا جایگاه. دی پوزیسیون. مثلا این من این زینه پوزیسیون کن زیش زالش فیلا نیش لایستن. مردی در موقعیت او نمیتونه چنین اشتباهی انجام بده. مردی در جایگاه و موقعیت او. این من این زینه پوزیسیون کن زیش زالش فیلا نیش لایستن. فعل اروینن به معنی نام بردن و ذکر کردن هست. اروینن فعل نام بردن هستش. احد ایخ نام نیشت اوینت. اون از اسمش نامی نبرد. احد ایخ نام نیشت اوینت. اون از اسمش نامی نبرد. اسمشو ذکر نکرد. اروینن نام بردن، ذکر کردن. کنوپفن هم یک فعل هست به معنی وصل کردن و متصل کردن. کنوپفن، وصل کردن، متصل کردن. حتی تو ارتباط برقرار کردن هم استفاده میشه. کنتاکت کنوپفن، ارتباط برقرار کردن. فرندشافن کنوپفن، دوستی هایی رو ایجاد کردن، متصل کردن. دست اینفشتند نیست به معنی رضایت و موافقت هست. یک اسم خونساست. دست اینفشتند نیست. رضایت، موافقت. وقتی که شما رضایت خودتون در مورد چیزی هم بیان میکنید استفاده میشه. زین اینفشتند نیست. سو اتفاس گیبن. از فعل گیبن استفاده میکنید زمانی که رضایت خودتون رو میگید. مثلا من لیغا گاب زن اینفشتنیس سو دیزم اکسپریمنت. معلمم رضایت خودش رو درباره این آزمایش بیان کردش. موافقت و رضایتش رو بیان کرد. من لیغا گب زن اینفشتنیس سو زینم اکسپریمنت. اون رضایت خودش رو درباره آزمایش بیان کرد. رضایت و موافقت میشه دست اینفشتنیس. دی ابلاگه به معنی بایگانی هستش. دی ابلاگه بایگانی اسناد. دی ابلاگه مثلا دی ابلاگه ده دکومنت ایز نوتوندیش. بایگانی مدارک لازمه، واجبه. دی ابلاگه ده دکومنت ایز نوتوندیش. بایگانی مدارک الزامیه، واجبه. دی پرسونلیشکایت به معنی شخصیت و منش یک آدم هستش. اسم دی پرسونلیشکایت اون شخصیتش. مثلا مین فاتر هات اینه زیر شتاکه پرسونلیشکایت. پدرم یک شخصیت بسیار محکم داره. مین فاتر هات اینه زیر شتاکه پرسونلیشکایت. پدرم یک شخصیت بسیار محکم داره. اون اوبلیش دوستان به معنی غیر معموله. اون اوبلیش غیر معمول. اس ایس اون اوبلیش داس ویه یتس اسن گیبن. این غیر معمول یا نامتداوله که ما الان برای غذا خوردن بریم، چیز عادی نیستش. ایس اون اوبلیش داس ویه یتس اسن گین. پس اون اوبلیش به معنی نامتداول و غیر معمول هست. دی فرندرونگ دوستان اسمی هستش که معنی تغییر و دگرگونی رو به ما میده. دی فرندرونگ مثلا یدا به مکت دی فرندرونگ ایغس فرهالتنز. هر کسی تغییر در رفتارش رو تشخیص میده، متوجه میشه. یدا به مکت دی فرندرونگ ایغس فرهالتنز. هر کسی تغییر در رفتارش رو تشخیص میده. دی فرندرونگ به معنی تغییر، دگرگونی. بله، این هم از کلمات امروزمون. امیدوارم که با مثال‌ها به خوبی یادشون گرفته باشید. تا فردا و یک قسمت دیگه، خدا یار و نگهدار شما عزیزان.